به دنبال بالا گرفتن اختلافات مرزی در فروردین ماه سال 48 حسن البکر رئیس جمهوری عراق به منظور قدرت نمایی در مقابل ایران اعلام کرد شط العرب بخشی از قلمرو عراق و تمام کشتی های تجاری موظفند در زمان تردد در این رودخانه پرچم عراق رو نصب کنند. حکومت بکر ادعا کرد هر کشتی که قرار داره وارد اروند رود بشه باید پرچمش رو پایین بکشه و پرچم عراق رو بذاره و وارد اروند رود بشه. جز این هم ما نمیتونیم تحمل کنیم. اگر کسی با کشتی دیگه بیاد در حقیقت مورد حمله ما قرار میده. ایران به سادگی نمیتونست تن به این تهدید عراق بده. دولت بعث عراق حالا با نادیده گرفتن مفاد معاهده مرزی سعدآباد بین دو کشور اصل استفاده مشترک از این آبراه رو زیر سوال می برد. در اون زمان محمد رضا شاه در یک سفر بود در کشور تونس و وزرای شاه که در ایران بودن مخصوصا اسدالله علم که وزیر دربار بود در حقیقت نمیدونن که چی کار بکنن و تلگرام میزنن برای شاه در تونس که ما چه عکس العملی نشون بدیم به این رفتار عراقی ها. شاه فرمان میده که یک کشتی ایرانی از شط العرب عبور کنه با همراه نظامی هم دریایی هم هوایی و اگر عراقی ها سعی کنن جلوی این کشتی رو بگیرن اونا از کشتی دفاع کنن. روز سه‌شنبه دوم اردیبهشت ماه سال 1348 یک کشتی تجاری به نام ابن سینا با برافراشتن پرچم ایران و در حالی که یگانهای ارتش شاهنشاهی برای حمایت از اون در آماده باش کامل به سر می بردن در اروندرود به حرکت در اومد. فانتوم های شکاری پایگاه بوشهر برای حمایت هوایی و نیروی زرهی پایگاه های خوزستان دسفول حمایت اینها رو کشوند اینجا و اجازه داد سراسر اروندرود رو حرکت کنند با پرچم ایران. دولت حسن البکر خاموش موند و هیچ واکنشی نشون نداد.